اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. کلمه قضا قاف الضاد، قضا یعنی فرمان راند. این ترجمه کن نوشته و خدای تو حکم فرمود. قضا مطلب خیلی مهمی است. قضای الهی همینه که امام حسین میخواد دعای عرفه رو شروع کنه، بفرماد هم بکنه خدایی که را راد دل قضاه. خدا قضا بکنه این حتمی الوقوعه و هیچ کس نمیتونه به همش بزنه. خیلی قضا چیز مهم است. قضای بازد قضا ربک، یعنی این دیگه تمام شده است که چه بکنید؟ الا تعبدو الا ایه. توی زبان عرب البته ما همطوره، وقتی بخوام به چیزی رو همه جاش رو پشتش بدیم منفی حرف میزنیم. مثلا نمیگم اساس های اتاق ببر بیرون، خب معلومه. یه وقت میگم هیچی نباشه، منفی که این یه همه پرش رو میگیر. وقتی میگم هیچی نباشه این بیشتر کار برده داده تو اساس ها رو ببر، اون دیگه هیچی معلومه دیگه، نه یه چوب کبریت هم نباید بشه. این با منفی شروع کرده خدا، نپرستید الا او رو. ولی این جدیه، فقط فرمان خدا باید برده بشه. اینه مطلبیش. نه کوتاه آمده نشده و حتمی. مرحوم امام رحمت الله علیه این سخنرانی میکنه اوایل انقلاب، پشتش آیه قرآن نوشته بود، این نشون میده. مهمه تو سوره توبه هست، کلمت الله یلعلیا بلو رشدم نوشته بود. این قرآنه، یعنی هیچ حرفی بالای حرف خدا نیست. کلمت الله یلعلیا، فرمان خدا باید برده بشه. این بقیه اینجا میفرماد فرمان حتمی خداست که فقط او پرستیده بشه. بله، آیه هست در سوره اعراف، میفرماد الا له الخلق و الامر. این الا هم چیز مهمیه. الا یعنی بدان، آگاه باش، تنبه. پیغمبر بدون اینو، خلق مال منه، امرم مال منه، یعنی هیچ کس خلق نمیتونه بکنه. از این امر هیچ کس هم به جایی نیست، فقط من باید دستور بدم. بل این جدی، قضا ربک الا تعبدو الا اياه. همین امام حسین عزاداری میکنیم در آخرین لحظات تو گودی قتلگاه داره مناجات میکنه به خدا، میگه لا معبود سواه، هیچ کس جز تو نباید عبادت بشه، معبودی جز تو نیست، لا معبود است. قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. تو نماز که ما میگم اياک نعبد، این رو روال ادبیات بعد فعل و فاعل رو بگم، بعد مفعول رو بگم، نعبد و که مثلا، یا نعبد و اياک. این که تقدم میداریم میگن تقدم مفعول حصره، خیلی روش تأکیده. وقتی اول میگم ایاکت، فقط تو را، یه همچه معنا میده، نعبد تو را میپرست، خیلی جدی، یعنی غیر تو را نمیپرست. خدا جای دیگر قرآن میفرماده ایای فرهبون، فقط از من حساب ببرید. ولا تخشبون ناس، از مردم نترسید، وخشون از من بترسید. و قضا ربک الا تعبدو الا اياه. حالا اگه خدای نکرده اومد و ما از اول بلوغ تا دم مرگ یه روز فرمان یه نفر دیگرم بردیم غیر از خدا، بله، بعد بتونیم بعد پسش برمیم، بله بیچارگیه، چرا بردی، چی شده، بردی چه فلان، اینا هم شرک میگن. خب اینم یه شرک در اطاعت، شرک در عبادت. بله، فرمان فقط از رو بد برده بشه. کتابا که جلو منه حالا ممکنه الان نباشه عربت الوسخا، ولی خوب نوشتن تمام افعالی رو که مکلف انجام میده، هر فعلی باید حکم خدا رو بلد بشه، بدون حکمش چیه، آیا این واجبه، مستحبه، مکروه، مباهه، اینا این جدیه کارش که نافرمانی و خدا فرمان برده بشه. وقت فقها میگن ان لله فی کل واقعه حکما، هیچ چیزی نیست که خدا حکم نداشته باشه، داره.
خب بریم یاد بگیریم، نه که نداره، داره، تو برو یاد بگیر. و فقط اونم برده بشه امری نو. خب این مطلب توحید در عبادت دیگه. اصلا کلمه توحید اسم ما تفعیل، تفعیل وحده، یعنی فقط یکی کرد او را. خدا یکی هست، تو یکی کرد یعنی چه؟ یعنی در پرستش همونو پرستید، خدایی فقط برای او قائل دو و هر چی فقط برای او. یکی توحید یعنی یکی کردن. میگن شخص موحد یعنی کسی که فقط او رو خدا میدونه، اونو یکتا میدونه، اونو فرمان میبره. و این جدی هست، این باید بشه، چون اول کاره. و خدا کنه همین زحمت ها همش هم بناسم بساط است، لحظه نگذره بر من و شما که الا اینکه هی او رو بپرستیم، فرمان او رو ببریم. خب این داستان که بچه پشتش و بالوالدین احسانا، نه اینجا، جاهای دیگر قرآنم باز، حتی در بنی اسرائیل هم که تورات رو در خدا نقل میکنه، تا فرمان عبادت میده پشتش احسان به والدین میاره. یعنی ائمه اطهارم و پیغمبرم تاکید داشت که ببینید بعد از عبادت خدا، از همه برای خدا مهمتر اینا که پدر مادر رو احسان کن. والد بالاخره من و شما نطفه زن و مردی هستیم دیگه، اون مردشو میگن والد، زن میگن والده، به این باید احسان کن. اگر خدایی نکرده نعوذم بالله، اینا به حرام هم با هم باشن، مثلا ما ولد و زن هستن باشیم، ما ولد هستیم، والدینش به هم نمیخوره، بخواه اون والد احسان باید. پسر متوکل عباسی که هر علی فرمود اکفر بن العباسی، یعنی تو بن العباس از این کافر در نداریم، 17 بار قبر امام حسین رو میخواست نابود کنه با اون لشکر کشی و چه و چه، حالا خدا نزد. پسرش اومد به امام علی نقی گفتش که پدرم پوش رکیک به فاطمه زهرا میده، فرمود حکمش قتله، گفت میکشمش. فرمود چون تو پسرشی نکشش. گفت چی میشه آقا بکشم؟ فرمود عمرت کوتاه میشه. گفت مثلا چی میشه آقا؟ برای نقل 6 ماه، در نقل اخیرا دیدم 7 ماه، که حالا 6 ماه 7 ماه بعد میمیره. گفت من اگه 6 ساعت بعدم زنده باشم میکشمش. رفت کشتش. سر 6 ماه رفت. این متوکل عباسی خبر بردن براش که در هند و کجا و چه یه فلزی حالا آهم بوده، چدن بوده، چی یه شمشیری خلاصه ساختن. حالا هست تاریخ ها دیگه اینا رو، آقایون که چند بیشتر میدن که این حتی روش آهن میزنن برش میدن چه جور بودش. قیمت گزاف این شمشیر خریده بود که این حتی کسی کلاخوز سرش بشه چه اون آهن ها رو میبره. بالا سرش هم آویزون کرده بود، الان میبینه بوده که مثلا اولین مرحله ازش استفاده کنه لازم شد، با همین شمشیر زد کشتش. شمشیری که خریده بود به این قیمت، بالا سرش پسر چند تا ایادی ترک لشکراشون از اطراف بودن، قوی بودن، خیلی مرید داشت، حتی خودش هم بعد خلیفه شدن اینجوری بود. واسه از اول لباس اینجوری بودن، قبلی‌ها رو می‌کشتن اون بیماد رو کن. اخیراً دیدم که یا دانشمندی فرموده بود که اینکه بیشتر خدا 6-7 ماه بهش وقت نداد که چون خلیفه بودن از گناهان کبیر است که الان کمتر گناه کنه بره، حالا به یک از ثوابش اینه که کم گناه کنی برو. ولی اون احسان رو و بالوالدین خیلی این پسند خداست دیگه، یعنی ثواب اجداد میشه. یه جوانی آمد پلو پیغمبر اکرم، یه وضع خیلی خرابی داشت زمان جاهلیت، انواع گناه ها و معصیت ها هرچی شما بگو، تاشیما شده بود، مسلمان شده بود و ناراحت بود و اینا. گفتش که رسول الله چه کنم، خدا منو ببخشه. فرمود مادر داری؟ گفت نه. پدر داری؟ بله. گفت برو هرچی میتونی به پدرت نیکی کن، خدا میبخشه. این داشت میرفت، سه بار پیغمبر فرمود کاش مادرش زنده بود، کاش مادرش زنده بود. احسان به مادر بیشتر توجه خدا رو بداره. مادر در احسان شرق و رقی و نام سلام و احترام نمیخواد، مادر محبت و مهربانی میخواد، پدر احترام. مادر باید محبت کرد، مادر دیوه اون خورنده دوست داشتنش، احسان به اون.
و پدر بله خو احترام و اول هرچی، مادر جلوتره. توی روایتی دیدم که اگر از ده طرف یه لحظه مادر صدا زد، همین لحظه هم پدر اول مادر رو اجابت کن. یک کسی شوخی میکرد میگه بله اول مادر اجابت میکنه، هم کتکم میخورم دیگه. الان چرا من گفتم نیومد؟ نه شوخی، بله مادر تقدم در حق پدر و مادر، مادر تقدم برای همه همون هست دیگه. ما بدون شک هم پدر داریم هم مادر، حالا چه حلال چه حرام، برای خیلی نطفه بوده دیگه. چرا عیسی ابن مریم پدر نداشت، فقط مادر داشت؟ ما نه، ما حضرت آدم هم نه پدر داشت نه مادر. خدا خلقش کرد از گل و هوا. یا آقای میگفت جمع منبر رفته بودم، عده نشسته بودن به مناسبت بعد رو منبر گفتم من پدرم مادرم محروم شده، منبری گفته بود. گفت آبا شما هم بفنم. گفت اینا ما اینجا نشستیم همه پدر مادرم محروم شده. گفت من شوخی کردم، گفتم خدایا به یه مش بی پدر و مادر رحم کن. یعنی خودشون گفت به یه مش بی پدر مادر. حالا همه که بالاخره پدر مادر داریم، او تقدمه بر مادر و پدر. این احسان و ثواب عجیبه. بعضی عبادت ها ثواباش انسان میبینه. من که 50-60 سال کارم اینه، بازم وحشت میکنم تعریف کنم، میگم باور نمیکنم، میگن این آدم احمق است، هر چی میبینه میگه، ولی هستش، تعجب میکنه. پیغمبر فرموده باشه که اگر کسی با گناه جن و انس بیاد تو قیامت، اینا حرفت دست کم نگیری، گناه جن و انس، و پدر مادر ازش راضی باشن، من نمیذارم برم بره جهنم. و اگه با ثواب جن و انس بیاد پدر مادر ناراضی باشن، من نمیذارم بره بهشت. خیلی سنگین روایت، ولی خیلی بالا میبره. میگم بیام همه چی ول کنیم فقط به پدر مادره برسیم. یه پسری آمده بود پلو من شکایته، پسر 25-26 ساله بود، گفتش که این مادر ما رفته خانم جلسه شده مشتری و چوب اینا، و بعد وقتا پول جمع میکنه و میبره مشهد و میاد، خلاصه نیست تو خونه، گاهی پدرمونم ناراحتی و میره شاگرداشی میبره تا بیاد چند روز طول میکشه. من شوخیم گرفت باش، گفتم تقصیر توئه. من چی تعجبه؟ گفت تقصیر من چی؟ گفتم همین که شاگردش سوار گاهی با قطار گاهی میره مشهد. گفتم شاگردش همین که سوار کرد بره مادره، یه زن دست دوم تمیز بذاره بابات، همین اولین ایسکا خودش از پنجه نمیزه پایین میاد دیگه، هم نمیره و تو نمیکنیم هم دست گره. حالا شوخی بود گفتم. ببینید احسان به پدر و مادر دیگه، حالا کلاس های خودشو داره، ثواب عجیب غریب. پس طول عمرم دنیا چه، خیلی انواع قول ها رو اومد یه تیکه تو آیه اشاره فرموده. این دیگه خداست اینطور حرف میزنه، یعنی خالق آفریدگار میدونه چه خبره، دقیقا میره با قول ما میگن تو رگش میزنه تو خالش. میفرماد و اما یبلغن عندک الکبر. خب پدر مادر گاهی زود مرحوم میشن، دادم بچه از جوون پدر میره، اما بعض وقتا انسان هست و زن و بچه دار میشه، هست میبونن سن میره بالا پدر مادر هست. میگه اگه سنت جوری شد که پدر و مادر در پیری بودن پلو تو، حالا یا هر یکشون یا دوتاشون، خب ببینید اب نداره تصمیم رو الان آدم میخواد بگیره یا اینا، تصمیم خوبی میگیره، ولی چیز دراز مدت تربیت میخواد، حوصله میخواد، باید تصمیم جدی گرفت. فلا تقل لهما اف، اف یعنی هیچ حالت زدگی از تو نبینند. بله متفاوته. ببینید اعصاب پیرمرد میشن، اون پیرزن میشه، اعصاب ضعیفه، پیرمردی هست، بهانه میگیره، اینو میگه اونو میگه. اف یعنی به صورت و حرف نشون نده که نه، هی چشم چشم چشم. امام زین العابدین تو صحیفه سجادیه دیدم میفرماد خدایا یه جوری کن که من از پدرم مثل پادشاهی ستمگر بترسم. پادشاه ها بعضی انقدر قوی بودن دیر می جنبیدی سرتو می زد. بگه اینجور باشم که انقدر، برای خدا البته من اینجور بزن چیم چشم. اینا که به اندکی گردم می زدن هرچیم چشم چاری نمود.
میگه این طوری نگو نه پدرم بابا عجب میده لا اوف که امام ششون فرمود اگر از اوف کمتر خدا سراغ داشت اونو میگرفت. میخوام دیگه همچی توقعی خدا و ربطی هم نداره به این که پدر مادر مؤمن باشند یا کافر، هرچی باشن. اگه مؤمن باشن که مؤمن مستقلن خودش احترام داره هر که بخواد باشن، اون برای دنیا هم یه مؤمنی باشه من باید دوستش داشته باشم احترام کنم، مؤمن خودش ثواب. نه پدر هم که صرف پدر و مادر دستوری آمده دیگه این کار. شخص اهل بصره بود، مسیحی بودند اینا. پسر چه شد و چه شد و تحت حالا هم شاگردی چه میدونم چه فلان مسلمانش کرد. زمان امام ششم بودش. بعد چی کردند و اینا که مسلمانش کردن شیعهش هم کرد. دیگه تشویق کردن آوردنش مکه و مدینه، اومد خدمت امام ششم، گفتن بله ایشون مسیحی بود و مسلمان شد. آقا فرمودن الان که مسلمان شدی فرق می‌کنه با قبل. پدر داری؟ گفت نه مادر دارم. گفت فرمود باید فرق کنه اخلاق با قبل، احترام کنی چه کنی چه کنم آیه قرآن با قبلش باید فرق کنی کاملا خدمت چی. برگشت اون مادر دید پسر خیلی عوض شده، چشم مادر امری نه یواش گفت چی شده اینا؟ گفت امامم گفته. مادر ایمان آورد گفت این دین درسته که امام اینو گفت. مادرم شیعه شد. بعد گفت منو ببرین امام تو ببرین ببین اثر میزنه، حتی محبت دینت مادران هم عوض کن. این اینا کلاس خدا میدونه چه خبره، این ثواب و پشتش چیا هستش. تو روایت من دیدم که با یه نفر میخواد رفیق بشه، ببین که با پدرش چجور معامله میکنه، با تو بهتر از اون نمیکنه. بقیه که میگه دروغ ها این درن غیب و امام معصوم، آخه پدر هر روز و همیشه هست، حالا تعارفی که پاره میکنه اینو گوش نکن. اگه میبینه پدرشو میرسه بهش با نه با رفیق خوبش تو هم باشه، اگر نه نه. و بالاخره فرمودن من رضی عنه والده، پیغمبر فرمود فانا عنه راضن، هر که میخواد بدونه من ازش راضیم یا نه پیغمبر پیغام داده راشو نزدیک کرد. ببین پدرت ازت راضیه یا نه، ولو پدر متوکل عباسی باشه شوخی نه، به نرو دنبال ایمان و علم و اینا که آدم خوب پدر منم نباشه بعد احترام کنه. پدر اگه راضی باشه من راضیم، من رضی عن والده. یه جمله ایشون داشت میفرمود، جمله درست پیغمبر وقتی فرموده کسی ممکنه در زمان حیات به پدر مادر بار باشه، بار عربی یعنی نیکوکار باشه در حیات که هستن، ولی وقتی میرن عالم این آغ میشه. پای من برگفت یا رسول الله خواهی که مرده چجوری آغ میشه؟ فرمود فراموششون میکنه. اون عالم شوخی نیست، چشمو به راه رفتن اونجا زندگی دارن، منتظرن ثوابی برفرستی یادشون بکنی راست رسیم. تو بابات تو مریض خونه خوابیده منتظر بری ببینیش کادو ببری بسرش دویی، تو فراموش میکنه، اون دلگیر میشه اونجا و ناراحت میشه، حتی نفرین میکنه آخ میشه. تو خیال کرده زیر بطه عمل اومده، خب زحمت کشیده، یه پدر مادر چند تا بچه دارم میرن لای خواب. حالا مثلا پدر من خب دوست دا پسر دختر تام شدی، تو که پسر پدر من نیستی، پدر تو از تو منتظره، پدر من از من منتظره. لخیر اونجا وقتی شما یه خیر رو برای مرده میرفستی، همه الان کمتر از 1,000,000,000 ثانیه همین الان براش میبره اونجا، دیگه مثل خیابان نیست ترافیک باشه، به صورت نعمت‌های اون جهان. حالا بستگی داره بار این ثواب تو چقدر باشه، به صورت نعمتی که نیاز داره اونجا میدونه خدا و بهش میگن کی فرستاده. هم خیلی آبرومند میشه، بعد اطرافیان خیلی سرفراز میشه، هم دعا میکنه و اون دعا مستجاب. دعای متوفا مخصوصا پدر و مادر راجع به اولاد مستجاب، مخصوصا تو اون عالم. اصلا یه سوراخ دعایی دارن نشون میدن، فردا کارت لنگه مثلا یه 10,000 تومان به فقیر بده بگو واسه بابام که مرده، همین الان براش میبرن. دعاش جوری مستجابه که جدا کارت برآورده میشه. خیلی برای این تو روایت دیدم که هر ثوابی رو انسان به پدرش یا مادرش اهدا کنه، مثلا تو راه صلوات میرفستی هم زنده باشن فرق نمیکنه، من اهدا کردم پدر مادرم چه زنده چه مرده، همین الان خدا مینویسه تو برمنده او
و دو برابرش رو خدا از جیبش تو پرونده خودت می‌نویسی. ده تو من به فقیر دادی، گفتی برای پدرم یا مادرم، داد بهش خدا. 20 تو من خدا از جیبش ثواب بر تو نمیشه. این خودش کاسبی هم میشه آدم. بپرسه پدر مادر دو برابر خودش گیرش میاد. این چقدر خدا چیزی این ارتباط باشه، این محبت باشه. این جزء برنامه ایم. چون فراموش میکنه انسان، شیطان که هیچ کنم فراموشی ها بیچاره میکرد. حالا یه وقتی رو مثلا من خودم حالا مقیدن بعد نماز صبح برای پدر مادرم مقیدن هم دوست رو میخورم، مثل خود نمازه، یعنی نمیذارم ترک بشه. آخه یاد آدم میره، حمدی بخون، سوره بخون، و حالا تو حرم ها میری براشون نماز بخون، دعا کن. همین الان اینجا آمدی از این در رو میری، با خدا ثواب این جلسه رو دادم به پدرم، همین الان میره ثواب براش و دو برابرم خدا تو پرمنده خودت وارد میکنه. خود کاسبی هم از خودش، مثل که دو بار اومدی تو اینجا. چرا از دست بدیم؟ مادرم همینطوره، زندم باشن میره تو پرمنده، مردم باشن میره. اینا رو چیز کردم که ارتباطات برقرار باشه. بعدم براتون بگم، الان تو دنیا بگردید، اون چه که خیر و برکت و اینا مال عاطفه هاست. این خارجی ها خیلی کم عاطفه اینجوری که میشنویم، عاطفه ها خیلی کم. این خانمی رفته بود بچه هاش انگلستان درس میخوندن، تعریف کرد، گفتش که این پسر من اونجا وضعش خوب بود، میرفت گاهی به پسر سر بزن. گفت تو یه خونه حالا اجاره کردنده خریدم، گفت چند طبقه است، گفت بالا طبقه بالای همشاگردی هم پسر من بود. من حس کردم که این مسکم که وضعی هم نداره، خانم به سلام علیک میکرد. ایرانی ها اینجوری هم الحمدلله میگن که غذا درست میکنیم، با بابای قصه فشخواه من برای این ببر، نمیخواد دیگه اون سوا. گفت ولی حس میکردم وقتی میبره خیلی شدید تشکر میکنه، مثل که محتاجم هست غیر از این. گفت یه دفعه رفته بودن خارج، ماشینم برده بودن داشتم، بعد پایین ساختمان بوق میزدم، فکر کردم ماشین ماست، نگاه کردم دیدم ماشین خیلی با کلاسی. پسره دیدم رفت و داره با مردی ساسا. گفتم کیه؟ گفت پدرشه. گفتم چطور این ماشینه که خیلی چطور؟ گفت نه بچه ها رو از یه سن بیرون میکنن، خرجم دیگه نمیدن. این دیگه چه آدم خوبیست اومده زهر بزنه. یه همچین بیاتفگی هایی توشون هست متاسفانه. آقای دکتر حالا اسم شده بشم چون مرحوم شدش، گفت آمریکا درس میخوندم، گفت منزل ما جوری بود که پارکتوری بوده، چند درخت در میشدیم خونه دو. گفت شب بود آمدم برم، دیدم مو ریخته رو زمین. خم شدم چرا مو ریخته؟ دیدم ای سر آدمیه، یهو نگاه کردم چشماش تکون بخوره زنده است، و یهو دیدم که یه دختریست تو کیسه خواب خوابیده، سرش بیرونه و اینا. گفت دیگه این آدم متدین بود، نگاه نکردم. گفت رفتم تو به خانومم گفتم، اومدش و آوردش تو. چطور؟ گفتش که من هم همسایه روبرو، گفت ما رو بیرون میکنم، میگم برو. گفت رفتم من مادر بزرگم پول قرض کردم، یکی کیسه ها بر خریدم که امشب رو بگذرونم، هوای خود سرد بود، فردا برم کار پیدا کنم. اینجوری هم خارج هم خبر ها هست. البته مال ما هر دو داریم خطا میکنیم، مال ما هم از این وری قرض کردیم، میدیم. نه تو این رساله ها نوشته همطور که نماز واجب میشه، تحصیل درآمد هم به پسر وقتی واجب میشه، بالغ که میشن فقط دو خط رساله واجب نمیشه، کل رساله واجبه. اگه بتونه درآمد در بیاره باید بره در بیاره و باید بدونه خب بره کار. حالا اخیرا تو فرهنگ گفتند کارم یاد بگیرن، کارم بکنه، از این کارم دارن که بدونه که باید اونم کار کنه، فعالیت کنه. متخلو نداره تو برس شخصیتش به هم نرسه، از خانواده موقعیت کمش نذار، ولی خب بدونه که اونم باید فعالیت شروع کنه، درس بخونه، چی کنه. بله حالا این داستان عاطفه به پدر و مادر، گفتن پدر مادراتون رو احترام کنید. تو روایت اگه میخواید پیر شدی بچه ها احترام کنید، چون یاد میگیرن بچه 4-5 ساله اتون نگاه میکنه بابا با چجوری معامله کنه، اون من بزرگ. توی نقلی دیدم، نقلی کتاب دیگه، کار ما همین کار هست، یه کسی اون وقتا عمر اصحابه خیلی زیاد بوده، اذیت میشد، یه وقت تو سخنرانی پیغمبر فرمود عمر امت من کوتاهه به عنوان نعمت، یعنی نعمتیست عمرهای بالا،
میافتادن از کار، کارم از چون نمیمد، هم خودشون اذیت میدادن هم اطرافیان. خب نکنیم خوبه. خب عمرم بود دیگه، انقدر طولانی میشد که دیگه مثلا دیگه بس شیر بهشون میدادند و به قول ما قنداقشون میکردند، خب نمیشد که بکشندشون. هم خودش به زحمت متنبت شد، فرمود این که عمر امت من، فرمود اکثر و اعمار امتی بین ستین و سبعین، اکثر و پیغمبر فرمود عمر امت من بین 60 و 70، کمند اونایی که از 70 بالا میرن گفته. بعد اینو نعمت حساب کرد. آقا سینین بالا کاری از آدم نمیاد، همش مصرف اون. این شده بود پدر حالتون نقل نوشته مثلا 400 سالش، خیلی عمرای طولانی بید. پسر انقدر دیگه به جون اومده بود، یه دفعه ناقدم چیدی کرد و لباس تن پدره کرد و بریم بگردیم و هوا بخوریم و بردش تو بیابون و گذاشت بالای بلندی که هوا خوبه و من هستم اینجا. قصدش بود بذار و بیاد دیگه، جون ناراحت. دید پدر وقتی رو افتاد بره داره میخنده، خنده بره چه؟ چرا میخنده؟ گفت پسر جون منم بابام همینجا گذاشتم و رفت، همینجا هست جاش هم هم خواهم دست هم ریری. گفت منم پدرم عمرش زیاد شد همینجا گذاشتم و رفتم. خندم گرفت که این اون سر خودم داره بید بودا تو کتاب نه. ببینید اینا هست وقتی ببینم و یاد بودن و این ارتباطات، این ارتباطات خیلی حیات بخشه، ارتباطات عاطفی. اون در این حال سفارش هم داره میشه ولا تنهر هما، قسمت منفیش که خطرناکه، چون اگر وقتی خدا نکرده از انسان منفی نسبت به پدر مادر سر بزنه اون بر خطرناک، اذیتشون نفرینشون. الان توی این رساله ها می نویسن سفر غیر واجب که خود خدا واسطه پشتش که باید بری اون دیگه باید گوش کنه، سفرهای مستحب اگه باعث اذیت پدر و مادرت میگن نهی میکنن نکن، سفر حرام اگه اذیت میشن حرامه. یعنی خدا میگه مشهد که انقدر من دوست دارم، ننت میگه نرو، نرو اذیت میشه. اگه بیاد ثواب که نمیدم هیچی، کتکت که میزنم هیچی، نماز دارم بعد تموم بخونه، نماز شکست باطل. انقدر دارن اهمیت میدن که این اذیت نشه، اذیت باعث اذیتشون میشه، چون از رو محبت و اینا میگن. همچین سفر شد جز سفرهای حرام حساب کرد. ببینید پدر و مادر و ما گرفتارش هستیم، حتی دنیا رفته باشن تمام نشده، خب باید مشغول باشن واقعا و به یادشون بودن، مکررم به یاد بودن. حالا افراد متفاوتن، من شما گاهی اوقات همگانیست مثلا به خواب میان، تو خوابها احساس رضایت اینا گاهی میکنید یا چه؟ آخه خواب، خوابای ماها غیر معصومین حجت نیست ولی پیام هستش. حجت یعنی حکم شرعی توش در نمیاد ولی پیامه. یه بنده خدا گفت مادرم از دنیا رفته، خوابش دیدم جوان شده بود. گفتم چند سالش بود؟ صحبت 70-80 سال بود. گفتم چه سنی؟ گفت مثلا سن جوانی. گفتم این اهل بهشته. روایت داریم که وقتی عالم برزخ میرن اونا که اهل نجاتن، اهل بهشتن، بهشون میگن به چه سنی تو دنیا دوست داری اون بدن برزخت رو به هم بدن در بیاریم، یعنی همون سن هرچی دوستش باشه به همون سن هستش تا قیامت، اون با اون بدن میاد به خواب. گفتم این جوونه دلیل اهل بهش بودنش، اون بدن رو پسند کرده اون سن رو. اینا دیگه تو روایت هم برده هم علم غیب که نیست، دیدم میگم این دلیل اون. یا گاهی اظهار رضایت میکنم، این جناب هوشیاری خدمتشون هستیم، یا آقای از دنیا رفتن خب محبت داشتیم، یه وقت تعریف کردن خوابش رو دیدم خیلی سر حال بود و جوان بود و اینا، امروز هم یه مقدار یادم افتاد خیلی خوشحال بودم، الحمدلله خوشحال شدم، عاقبتش بخیر، اهل عذاب نیست، این تو خواب ها اونجوری پیام هست، بهش خوشم میگذشته معلومه نه خدا عفوش کرده چی اینا. خب اون طرف مهمه، 60-70 سال تو این دنیاییم، خدا میدونه برزخ چقدر طول بکشه تا قیامت بشه، حالا تا قیامت رو بهش جهنم و اینا، اونجا هم خیلی زندگی طولانیه. ولی خب به فکر باشیم، به محض اینکه من و شما از دنیا بریم، این پدر مادرایی که قبلا داشتیم، چه نسل اول چه نسلای بالاتر، اگه عالی مقام باشند و ما مؤمن باشیم استقبال میکنند. حالا برید ببینید، حالا همین امشب نرید، حالا شبایدی، ولی مثلا پدر پدر دادم خوبی بوده هستا جدیه کار، ولی شما مؤمن باشی، غیر مؤمن نه، به محصی که بری استقبال میکنن، اصلا مهمونت میکنن، اول چند وقت مهمون این عزی، بعد میری تو اون بهشتی که خودت در عالم برزخ داری، خودت جا داری ولی بعد میری، همچین کلاس هست.
بله اینطور مسائلی ارتباط هست، دوست دارم بچه هاشون خبر میگیرن میپرسن، اونجا ارتباط میشه از هم به طریق ملائکه هم از طریق معصومین ارتباط پیدا ما وضع شما رو متوجه گاهی برای گرفتار یا گرفتار از اونا صد تا سفارش میکنن نرفتن قطع نشده اتصال هستش اون تا خب اگه این اطلاعات رو داشته باشیم از این اطلاعات دینی سمش خداشون گفتن یه همچی خبرهای هستش حتی الان جلوی من سوره الاسراء بازه این سوره کهف که بعدشه جناب خضر به جناب موسی گفتش که حالا شنیدید خوندید چقدر میدونید رفته او درس بخونه پلوش حضرت موسی بله از خضر بعد رفتن توی شهر و اتیا اهل قریتن اسعت امان سوره صفحه 302 قرآن خط سوم یه قریه ای بود رفتن غذا بخرن ندادن بهشون ابو ان یزیفوهما چرا نمیگو بودن ما به غریبه غذا نمیفروشیم ترجمه وقت ما رد میشیم گشنه هستیم فقط پول داریم بخواه گفت آقا مهمون کنیم گفتن نه مهمون هم نمی کنیم حضرت موسی خیلی عصبانی شد خواه اخلاقا بدیست یا کسی اینجا رد میشه دهه کجا کجا سال بعد نصف روز را برن تا برسن اون طرف چیزی که پیغمبران اینطور بودن که چرا نمیفروشید خب پول بگیرید بفروشید خب گشنه برای چین چه رسم بدیست کنن رسم نماست حالا البته بساطی بود حضرت خضر گفتن که یه دیوار اینجا داره خراب میشه به این دیوار درستش کنیم خراب نشه حضرت موسی دست اینا عصبانی بود گفت بابا خوب پذیرایی از من کردن داره دیوارش هم درست کنیم بریم مثلا خود ده خراب بشه بعد که داشت شهر میداد براش گفت موسی من خودم را نمیفتم دیوار سازی کنم اینا خدا به من دستون میده ولی علتاشو الان برات میگم چطور علتشو نمیدونستی حوصله نمیکردی این دیوار که دیدی مال دو تا بچه یتیمه الان سنا کمه باباشون هم 700 سال پیش نه پارسال یه پدر خوبی داشتن چند نسل قبل خدا به خوبی اون پدر داره به اینا رحم میکنه حتی خوبی ها اینطور ادامه داره قرآن کریم میفرماد شما نمیدونی پدراتون نافع ترن برای شما یا اولاداتون ممکنه یه بچه 500 سال دیگه از تو که میخواد بیاد نسل چند دومت خیلی بچه خوبی است از همه الان خدا داره به تو رحم میکنه به خاطر اون این ارتباطات اینجوری داره نه اینجوری هست دست بلد خدا خودش میدونه این ارتباطات اینجوری هست شما ندیدید ابراهیم خلیل خدا بهش گفت من امامت کردم گفت من ذریتی برای بچه هاشون دست با میزن لاینال و عهد ظالم ارتباطات خدا برقرار کرده و خود قرآنم تو قرآن میفرماد من خدایی هستم که خلق من الماء بشرا و جعل من حس نسبا و سهرا آیه قرآنه من خواستم که پدری در کار باشه مادری در کار باشه خواهر برادر و حتی دامادی این کسی که میاد دختر تو رو میگیره اونم من قرار دادم یه ارتباطم از اون برمیشه دیگه یه ارتباط ها زندگی ها رو شکل داده اصلا صبح و شب ما رو این ارتباط خدا خلق کرد اون وقت تو همین سوره کهف گفتش که موسی دید اون پسر رو من کشتمش آخه یه پسری هم کشتم داستان گفت براش گفت این پسر داره خرابکاری میکنه پدر مادر صالحی دارن دزدی میکنه هدیه رو اون بنده خدا برای حفظ آبرو هیچی میکنن چه میکنن ولی اینا داره به طغیان اونا رو میکشونه به من خدا دستور داد اینو بکشمش ولی به عوض دیشب خانومش رو خدا حامله کرد به یه دختر از نسل اون دختر 70 پیغمبر عمل میان و این تو ثواباش این پدر مادر شریکن عوض این که بچه‌شون من کشتم اونا فکر کنم بچه رو کسی کشته اون وقت دختر رو تعریف کرده اقربه روح من اینا تو سوره کهف ها اون وقت امام پیششون فرمود نسب انسان از دختر اتصالش بیشتر از پسر یعنی دخترای تو بچه میزان به تو بیشتر شبیهند و تو رو نمایش میدن تو پسرا پسرات نسل اون دختره رو چون بکنه اقربه رحمن و واقعا انسان گاهی میبینه مثلا امام حسن امام حسین از طرق دختر به پیغمبر ولی شدیدن امام حسن شبیه پیغمبر بود و هیکل امام حسین شدیدن شبیه پیغمبر خب بعد مثلا به اون شبیه از طرف پدر نه از دختر اینه اصلا که آیه 81 صفحه 302 همین قرآن اقربه رحمن اینا اطلاعات قرآنیه شما بیشتر دل به بچه های دخترت بدوست و به بچه پسرت
اون ره اون طوری نشون میده عقرب در رحم میت نزدیکتر. یه حسابای خدا خر کرده، خدا اینجور خواسته شو. چون ببینید این طور است. حالا برگردیم، این سفارش ها خیلی حساب شده است و توفیقش انسان بخواد از خودم. اصولا خدمت کردن به حالا پدر مادر که در صدر هستن، اینجا تو کتاب هبه که میفرماد آی خمینی میفرماد یستحب العطیه للارحام، مستحب به آدم رحماشو مثلا بذل بخشش کنه بده، الان توان اینا میخواد اگه میشه جاش هست موردش هست. بعد اینم کتاب هبه صفحه 56. او وقت این سفارش های راجب ارحام که پای پدر مادرم وسطه، تو همین جا آی خمینی نوشته، این کتاب فقه ها، اینه کتاب الهبه. این مسئله که داره مطرح میشه شماره مسئلهش 21 صفحه 60 این کتاب. یستحب العطیه للارحام، ثواب داره انسان به ارحامش هدیه بکنه. الذین امر الله تعالی اکیدن به صلتهم، کسانی که خدای تعالی شدیدن تأکید کرده وصل باشید باشون. که میگن صله رحم یعنی وصل بودن، بله یه نمونش سلام علیک و ایناست. میگن تو گرفتاری ها برسید توی ناراحت یا برید کنار نکشید رحم. بالاخره هفشتا تو جنگ خیلی کشت و کشتار کرده بودن ولی اسیر شده بودن، جنگ با مسلمان ها. اینا خیلی یغورن بودند و به زحمت اسیر شدن و الان بناس گردن زده بشندن، حالا تو جنگ کشته نشدن الان مستقلن گردن میزنن و ردیف کرده بودن گردن بزنن، جنگ بود و شدت و اینا. این آخریشون که بعد پیغمبر دستور میداد حسنی هم داشت گردن بزن، تو جنگ بود، کارای جنگی بود، دیدن که پیغمبر نگفت گردن بزن، فرمودن که این آزاد کنید بره. این مرده خیلی چیز بود کم که این فکر کرد که میخوان مسخره کنن، اول بگن آزاد کردیم و ول کنن، یهو بزنن گردن که کنفتن بشه. گفتش که یا محمد تا اینجا که شنیدم تو آدم مسخره نیستی که حالا ما رو بخندی و فلان، بزن گردن و بریم دیگه، حالا آزاد کنی. بعد آقا فرمود جبرئیل فلو من فاسده به من خبر میده که این به ارحامش رسیدگی میکنه. درست کافره ولی خدا میفرماد در دنیا من بهش تخفیف دادم، دنیاش باشه کافر جهنم باید بره اگه ایمان نیاره، ولی دنیاش به خاطر این. گفت کسی پلو شما واسده؟ آخه گفت جبرئیل، کسی نبود. فرمود بله، آخه این کسی نبدونست، مثل علم غیب بود، این همجور بود، یه همچه آدمی بود. گفت هر پیش آمده برای ارحام میشه اولین نفر منم حاضر میشم، جنازه است برداریم، خرابیه کمک کنیم، مریضیه، زنش میخواد بذار. گفت بله خدا خبر میده این طور بخشید. گفت رسول الله خدای تو این کارها رو دوست داره؟ گفت بله. یه فکر که شهاده نه، گفت مسلمانم شد. این کارای خیره، پشتش خیر و خیر. یستحب العطیه سله کردن از سلام علیک نیست، کمک ها رو طبعه دادن. اصلا قبل از اینکه بگن برو میتونی با کار کن، برو برس مهرمان، خدا اینو دوست داره. خیلی شدید نها شدیدن ان قطیعت هم قطع رحم که ارتباط ها نباشه، اون خیلی نه شده. بعد میفرماد امام باقر فرمود، این تو کتاب های رساله ها روایت نمی نویسن، چون روایات خیلی زیاده بخوان بنویسن بس 30 جلد کتاب میشه، نه یه روایت خیلی مهمه مینویسن دیگه، حالا میبینن اینو بنویسن با اینکه جا میگیره. امام باقر فرمودن که در کتابی که از جدمون علی برام مونده، کارای هر سری توشه میخونیم، فرمودن سه تا خصلته که صاحب این خصلتا نمیمیره تا تو همین دنیا یخشو میگیره خدا، نه کتکو شروع میکنه. یکیش بقیه، بقیه نه آدم سرکشی کنه، از حدش تجاوز کنه، تو اداره باشه، تو کارش باشه، تو زن شوهر باشه، تو هر جا مرز تجاوز کنه، بقیه اینقدر مورد غضب خداست که همین دنیا گرفتاره. یکی هم قطیعت الرحم، قطع رحم خدا همین دنیا شروع میکنه گرفتاری ها رو. یکی هم قسم دروغ به خدا نخورید، قسم که خوردنش حالا خوب نیست، دروغش هم حتما به دیگه به خدا نخورید، همینجا گرفتار میکنه. یه بند خدای پاشو زد جلو چشم من بالا، حتی را میرفت خب معلوم بود شلبه.
استخون بد جوش نخورده بود، بغل هم بود مقدار رو هم. گفتش که یا آقای گفت حالا مونده ما بریم شهادت بدیم. گفت با چشم باز قسم دور خوردیم من نفکستیم. خودش گفت، گفت فردا فصل بهار بودش تو زمین کار میکردم، بهار مشکلاتو داره، مثلا شب خیلی سرده، صبح آفتابش که میاد تقریبا گرم، آف هوای صاف. این طبقه بالا یخ بسته بوده زمین، سرازیر بوده زمین، این یهو یواشاش آب میشه، یهو به راه میفته یخ، این خطر دارن، بعد مواظب بشید. گفت تا اومدم به جنبم صاحبمو قطع کرد، گفتم بدم بالا قسمه بود تو آخر عمرم شهر بود، نه قسم دروغ نخورید همجتون. و بعضی طاعت ها هستش که با اینکه آخرت خدا مزد میده همینجا عجله میکنه. یکی صله رحم، یا آقای بزرگواری از منبری های عظیم الشان، وقتی این آخر انقلاب هم درک کرد، آقای سید محمد رضا غلبی سخنرانی میکرد، وقتی این آمستم هم خیلی پسندیده بود، منبری خیلی خوبی بود واقعا، خدا حفظ شد این عرفت. ایشون گفت، گفتش که پلو خودش ظاهر هم بسید، گفت یک کسی آمد به من، باز زمان طاغوت این حرف، گفتش که آه یه نامه اداری به من دادن، من هم گذاشتم تو میزه من تو کیکشو، این نیستش هرچی میگردیم، حالا اصلا آبروریزی مطرحه، میگن نامه رو نیست کردی چی کردی، اصلا اینجوریست بعضی ها قدر هرچی میگردیم نیست چه کنیم. گفت من یا از خودش شده بود کرده بود یا از کسی تعریف میگرد، گفت بهش گفتش که ببین رحمی داری تازگی ها سر نزدی بد باش دیر شده باشه؟ گفت فکر گفت آره آره من خالم 5-6 ماست نرفتم سر بزنم، حالا بعض وقتا دورند یا کار میبره، نه برو سرش بزن. گفت دیگه ما شیرنی خریدیم و رفتیم اون خاله و خیلی تعجب کرد، حالا خیلی رفتیم محبت و ببخشید دیم. این که میگفت دیگه گفت کشور کشیدن فرد نامه این رو بود، حالا یا من چشمم نمیدیده یا کسی برده دوره اون سر جاش، حتی اینقدر اثرات اینجوری گفت رحمی داری قطع کردی. ببینم میفرمان قطع رحم همونطور که سیر ما سله رحم اعجل و ثوابن. ببینید این رساله هایش و به کسی نمیگن برو زنا کن لواط کن دزدی کن، نمیگن، یه خوب کارشونه، میگه که اگر قوی حتی این کاره باشن فجار، ولی چون سله رحم میکنن خدا ثروتشون رو زیاد میگه. آدم های بدی هم اگه باشید سله رحم رو قطع نکنید ثروت من میشید. بابا پول که همه میخوایم، که پول که میخواد دیگه به دینت هم خدا کار نداره، میگه سر رحم قطع نکن ثروت من میشه، نه میشه جان سر رحم کن ارام قطع نکن. از اون طرف قطع رحم میپاشونه همه را از هم، مثلا دیار رو خراب میکنه، دارن این سوارش میکنن. بعد آمدش سراغ این که امام ششم فرمود به شخصی آمده بود، عرض کردم روایت کم بنویسن، گفتم به خدا شرک نیار، بسوزوننده چه فلان، حالا مگر قلبت مطمئن به ایمان باشه اون سر جاش، و پدر مادر تو اطاعت کن و خوبی کن بهشون، چه زنده باشن چه مرده، حتی اگر امر کردن که زنت هم طلاق بده بده، یک کسی میگه بعد بیاری هیچ وقت نمیگن برو زنت طلاق حتی امرم کردن. اینم بگم دیگر وقت کوپن من در پر شد. ابراهیم خلیل اسماعیل رو گذاشته بود مکه و میوست سر میزد و میرفت تا بعد خونه که عبر ساختن، و اسماعیل بزرگ شده اون قبیله جرهم بود، از اونجا زن گرفت و یه دفعه ابراهیم تا میومد برگرده طول میکشید، رفتید زنی گرفته نبود خود اسماعیل، ابراهیم زنه رو نپسندید، حالا پیغمبر دیگه از ذره اخلاق، گفتش که سوگوار رفته میاد و اینا، خواست بره گفتش که بهش بگو که این چیز خونت رو بالای خونه سر در سر در خونت درست کن. این زنم تعجب که خواست سر در چیزی صبح شد، افسانه گار پیر مرد آمده بود اینجور اینجور رو فهمید پدرش بوده، این نشناخت، گفت گفت به من دستور داده تو رو طلاقت بدم به کنایه گفت که اونو طلاق دادی زن. خب از نظر صفات و اینا، چون بعدش باید اولادای ساله، چون پیغمبر ما از نسل همین اسماعیله، بعد اون زن ها جوری باشه که اون ائمه میخوان بیان و بود اخلاق چیز میگن، حتی پدر مادر میگن این کارم بکن گوش کن چون خیره توی لازم مثلا، بعد اون معانی معانی. خب حالا چشمم به این مثلا خوردنم بگم، میشه آدم به بعضی بچه‌هاش زیادتر بده به بعضی کمتر؟ تو مسئله 22 مرحوم امام میفرماد این کار جایزه ولی کراهت داره، مساوی بدید پسر دختر.
اگر ببینید یه وقت بخواد مساوی ندید، باعث فتنه میشه، کینه میشه، بغضا میشه، اصلا حرامه این کار. نه اینکه اون مال حرومه برای اون، این کاره، جوری نکنه کینه مساوی که باشن. بعض وقتا میفرمون نه کینه هم میدونی نمیشه، بعضیاشون یه ویژگی دارن مثلا عیال بارتر یا چی، نه کینه هم نیست، خب اون وقت باش با اون ترجیحات عمل کن. حالا شما احتیاطاً به همه مساوی بدید. خدا انشالله توفیق بده اینا رو عمل کن. خدا انشالله این جلسات